خون یه مادر بزرگه، هزار تا قصه داره. اما مادر بزرگ قصه ما داستاناش طعم خون میدن. هی چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من سوگندم و خوش اومدین به یه قسمت دیگه از پرونده های جنایی. امروز قراره براتون داستان یک مادر بزرگ خیلی دیوونه رو تعریف بکنم. اصلا اون معصومیتی که از مادر بزرگا میشناسید و یادتونه به کل بریزید دور. بدون معطلی بریم سراغ ماجرا که خیلی مفصله و میدونم که شما هم با شنیدنش کلی شوکه میشید. تامارا سامسونوا، زنی که متولد سال 1946 از روسیه بود. تامارا متأهل میشه، ازدواج میکنه و به همراه همسرش توی چند مرحله مختلف از زندگیش توی چند شهر مختلف از روسیه شروع میکنن، کار میکنن، زندگی میکنن و کاملا زندگی نرمال عادی داشتن. تامارا خودش شاغل بوده و کار میکرده، توی شرکت به عنوان فروشنده مشغول بوده و همسرش هم مکانیک بوده. 30 و چند سال از رابطهشون میگذشته و همه همسایه ها و دوروبری ها اینا رو به عنوان یکی از همسایه های آروم میشناختن. یعنی گذشتش چیز عجیب غریبی ازش نمیتونم من پیدا بکنم. هرچی خوندم چیز عجیب غریبی پیدا نکردم. بعد از 30 و چند سال که از رابطه زن و شوهرشون میگذشته، تامارا یک روز میره اداره پلیس با گریه زاری و اعلام میکنه که همسرش گم شده. اون به پلیس اینطوری گفتش که من احتمال اینو میدم که همسرم با یه زن دیگه فرار کرده، اما حالا هر کاری که کرده من نگرانشم چون احساس میکنم مثلا گم شده. سالها از این ماجرا میگذره و همسرش هیچ وقت پیدا نمیشه. با تمام وجود اون فشارهای روحی روانی که بهش وارد شده، تامارا بازنشسته میشه و تصمیم میگیره به یک آپارتمان دیگه نقل مکان بکنه تا از اون پولی که بابت بازنشستگی میگیره استفاده بکنه، دیگه لذت دوران میانسالیش رو ببره. یه آپارتمان اجاره میکنه و برای اینکه در کنار اون پولی که بیمه بهش میده مخارجش هم به نحوی در بیان، یکی از اتاقهای واحدهاش رو به پسرهای جوان اجاره میداده. این ماجره که میگم تو بازه سالای 2005 تا 2012 و گاهن تا 2015 گفته میشه که اتفاق افتاده. یعنی به مدت تقریبا 10 سال تامارا واحد اجاره میداده به همسایه هاش و هر بار هم با هم اتاقی خودش که یک آدم جوان، یک پسر جوان بوده، اختلاف پیدا میکرده. اولیش هم با یک پسر جوان بوده که از یه شهر دیگه میومده، یه مدت میاد با تامارا زندگی میکنه، به اختلاف میخورن و پسر میره و بعد به این ترتیب آدم های جدید هی وارد خونش میشن و ازش اتاقش رو اجاره میکنن. نکته جالب توجه اینه که همسایه ها دیگه نمیدیدن کسی که میاد تو خونش کی دیگه از این خونه میره، فقط میدیدن که دیگه اون آدم قبلی توی خونش رفت و آمد نمیکنه. این استارت ماجراست. محلی ها تامارا رو به عنوان یک زن میان ساله، 60 خورده ساله که خیلی همچین شکسته از زندگی بهش سخت گذشته، الانم نمیتونه با هیچ کسی بسازه میدیدن و همیشه اونو به این لبخند بزرگ و عمیقی که رو صورتش بود میشناختن. اما هیچ کس به این فکر نمی کرد که سرگذشت آدمایی که تو محله به این خونه رفت و آمد می کردن دقیقاً چی اومده. بذارید حالا من بهتون بگم. از دومین نفری که به عنوان مستأجر وارد خونه تامارا میشه میخوام شروع بکنم. یک پسر 25 ساله به اسم ولادیمیر که اون هم روس بوده و خواسته واحد، در واقع یکی از اتاقهای واحد تامارا رو اجاره بکنه. با چمدونش میاد داخل خونه و یه مدت اونجا زندگی میکنه، اما اختلافات خیلی زیاد بوده. همسایه‌ها ولادیمیر رو خیلی میشناختن و چون اولین آدمی بوده که تو محله داشت اضافه میشد، خیلی باش رفت و آمد داشتن و خب تو چش تر بوده تا آدم‌های بعدی. یک روز میبینن که دیگه ولادیمیر وجود نداره. خود همسایه‌ها درخواست میدن که دنبال ولادیمیر بگردن و هیچ کس هیچ چیزی ازش پیدا نمیکنه. خود تامارا هم میگه که من باش بحثم شد، از خونه رفت. ما چند وقت بعد جسد تیکه تیکه شده ولادیمیر رو توی پلاستیکای زباله توی یکی از رودخونه ها پیدا میکنن. اون هم در حالی که یک زوج در حال دویدن تو جنگل بودن به همراه سگشون. سگشون خیلی یهو شروع میکنه به سر صدا کردن
زن و مرد رو میکشونه سمت اون چیزی که احساس کرده، و وقتی این زوج میرن بالا سر سگشون ببینن دقیقا چه اتفاقی افتاده، اون پلاستیک ها رو میبینن و بعد زنگ میزنن به پلیس و بعد از روی دی ان ای میفهمن ولادیمیر بوده، همون مستاجر قبلی تامارا. گفته میشه دومین قربانی تامارا ولادیمیر جسدش پیدا میشه. چرا میگم دومی؟ چون بعدها به این نتیجه رسیدن که همسر تامارا که بهتون گفتم برای همیشه مفقود شد، در واقع اون هم یکی از قربانی های این زن بوده. خیلی عجیبه نه؟ ظرف 10 سالی که تو اون محل تامارا زندگی میکرده و هیچ کس هم شک نمیکرده، 11 تا گفته میشه 13 نفر از اهالی شهر کشته شدن و به قتل رسیدن و همه فکر میکردن یک قاتل سریالی توی شهرشون وجود داره، اما از اونجایی که اصولا ذهنا میره که قاتل سریالی میتونه یک مرد باشه، هیچکس به یک پیر زن تو اون زمان 72 خورده ای ساله اصلا شک نمیکرد. ماجرا از اونجایی عجیب تر میشه که توی رسانه ها گفته میشد که قاتل سریالی هر کی که هست علاقه داره از گوشت قربانی های خودش هم بخوره. بعد از پیدا شدن اجساد یه تیکه هایی از بدن گم می شد و یه تیکه هایی بودش که حالا تحقیق کردن احتمال اینو دادن که قاتل قطعا می خورده. خیلی چندشه. و چی شد که تامارا دستگیر شد؟ بعد از اینکه مادر بزرگ قصه ما چند باری آدم اومد تو خونهش، رفتن احساس کردن همسایه ها که خیلی تنهاه و احتیاج داره که یک همدم داشته باشه، یه پیشنهادی بهش دادن. بهش گفتن یه خانومی توی همسایگی تو هست، اون زمان که تو 60 خورده ساله بوده این نزدیک 80 سالشه، و تو بیا تو خونه این زندگی کن، ازش پرستاری کن، در ازاش اجاره نده و هم دیگه هم خونه داری، هم صحبت داری، هم هر دوتاتون هم خانومید و فضای خونه های جفتتون هم بزرگه دیگه، چه کاریه، بیا به جنگ تو هم اجاره بدی اینجا باش، ازش مراقبت کن، اجاره هم نده. همه چی داشته برای این مامان بزرگ خوب پیش میرفته، زندگیشو میکرده، آشپزی راحت، زندگی خوب، هم صحبت، تا اینکه توی مقطعی این دو نفر با هم دیگه به مشکل میخورن. اون خانم که صاحب خونه بوده میگه که دیگه کم کم جمع کن برو، من اصلا نمیخوام تو خونه من باشی. و به هزاران شیوه تامارا این موضوع رو نشنیده میگرفته و باز تو خونه زندگی میکنه. از یه جای به بعد احساس میکنه که اون پیرزنی که دارم ازش مراقبت میکنم دیگه داره زیادی برام شاخ میشه. چند کیلومتر دورتر از محل زندگی میره یک داروخونه و یک داروی میگیره که قبلا برای خودش تجویز میشد. این دارو برای خودش تجویز میشده و نسخه داشته. دیگه داروخونه باهاش کنار میاد و این داروی آرامش بخشو به این زن میده. برمیگرده خونه و قبل از اینکه برگرده میره سوپرمارکت و غذای مورد علاقه اون زن رو درست میکنه. حالا جالبه بهتون بگم وقتی که خوندم غذای مورد علاقهش هم رفتم بگردم چیه که با چی میکس کرده، فهمیدم که اولویه دوست دارن. اولویه در واقع غذای روسیه که حالا یه شکل دیگه ای درست میکنم ولی اسمش مال کلن روسیه است و تقریبا تاپینگا هم شبیه به همون چیزیه که ما امروز میخوریم. خلاصه از بحث دور نشیم. تعداد خیلی زیادی از اون قرصا رو توی اولویه‌اش میکس میکنه و میده این زن بخوره و خودش هم بلافاصله بعد از شام میره میخوابه. ساعت 2 شب از رخت خواب میاد بیرون و میبینه که قرصا تأثیر کردن و این پیرزن دراز به دراز توی حال افتاده. همون فاصله در حالی که خب بیهوش بوده ولی خب نمرده، تصمیم میگیره بره یک چاقوی آشپزی برداره، تیزش میکنه، اول بعد تعاوت مختلف تقسیم میکنه و بعد اون پیرزن بیچاره رو توی پارچه هموم توی قسمت های مختلفی جمع و جور میکنه. 7-8 تا پلاستیک سنگین میشه و 7 بار پله های خونه رو میره بالا و میره بیرون و تمام بدن رو از خونه خارج میکنه به جز چند تا تیکه که مثل همیشه برای خودش نگه داشته. یه مدتی میگذره و پلیس ها اون تیکه های پلاستیک رو پیدا میکنن و از دی ان ای متوجه میشن و رد خونه تامارا رو میزنن و تامارا در رو باز میکنه، اعتراف میکنه و دستگیر میشه. و همونجا بود که به پلیس رو میگفتش که این آخریش بود و من برنامه ریزی کرده بودم، میدونستم که این اتفاق میفته. چیز جالبه دیگه براتون تعریف کنم، توی یکی دوتا از حالا داکیومنت ها گفته شده که چرا اصلا بهش میگن مادر بزرگ دیوانه. دلیلش این بوده که یکی از کسایی که
به قتل رسونده نوه خودش بوده و فیلم های مداربسته تو اون زمان مشخص میکنه که تو اون بازه زمانی که نوش گم شده و گزارش مفقودش رو دادن، مادر بزرگش یه شب میره پله ها رو خونه رو پایین با یه ظرف فلزی گنده دیگه بزرگ سوپ، اونو توی سطلش رو خالی میکنه و بعدن وقتی در مورد این ازش پرسیدن گفت آره این کار کردم، نوم بوده و سخت‌ترین قسمتی که میتونستم یه جورایی گم و گورش کنم کلش بوده، پس تصمیم گرفتم باش سوپ درست کنم. اضافاتش هم ریختم تو سطل آشغال چون میدونستم فلان ساعت مامورای شهرداری میان آشغالا رو جمع میکنن. عجیب ترین داستانی که جمع مادر بزرگ شنیدم. در بزرگ دیوونه توی دادگاه بعد از اینکه رأی براش صادر کردن، مدارک پزشکیش هم کنار هم گذاشتن، اول به مدت چند سال براش تجویز پزشکی بریدن، یعنی بره توی بیمارستان روانی اونجا تحت نظر پزشک بشه و بعد بره زندان. حکم نهاییش هم که حبس ابد بوده. اما جالب بهتون بگم این مادر بزرگ وقتی که فهمید حکم دادن بهش برای بیمارستان و بعد هم به حبس ابد محکومش کردن، برای رأی قاضی خیلی خوشحال شد و دست زد. توی مدارک پزشکیش هم براش در واقع بیماری که تشخیص دادن اسکیزوفرنی بوده. به نظرتون از آدمایی که سنشون زیاده آدم باید بترسه یا نه؟ نظرتون راجع به این داستان هم حتما بر من کامنت بکنید. من ویدیوهای دیگه هم دارم، دوست داشتید میتونید سر بزنید و چنل ما رو هم سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدافظ.